next week. سلام علیکم. سلام. خوش اومدید به قسمت دوم برنامه کرسی بیا با هم بگیم دیگه. خوش اومد. نه ببخش من میگم تو کرسی. سلام. خوش اومدید به قسمت دوم برنامه کرسی شعر. آهنگی که برای این قسمت انتخاب کردیم هست عشق چی؟ نه عالی جناب عشق. نه اصلا اسمش عالی جناب. یه آهنگ از گروه ایوان. بریم بدون حرف اضافه آهنگو با هم گوش بدیم. اونو نخوابوندیم رفلر خراب نمی کنه؟ تصویر داشت گفتی؟ آره بابا از اول بریم. عشق چشم از دل رو بهت دادم با پای خودم به دامت افتادم دیگه چی میخوای از جونه آدم. انقدر آخر اینا ببین خود کرد خود کرده رو خود کنی چی خود کرده رو تعبیر این چیه به چسبیده با کی بودی؟ اه اه این واسه اون جنه است که کی؟ واسه کدوم جنه؟ اون جن که غذا داری بخورم؟ آه واسه کلیپ هم بوده این موه ببخشید. آقا میگه که خود خوری نخود نه 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 خود کرده رو تدبیر نیست دیگه. میگه نه کن چی میگه؟ میگه خب چش بسته دل رو دادم با پای خودم افتادم دیگه چی؟ نه داره میگه که بابا بیا این همه من به تو دادم دیگه. آها باج داده بهش. آره میگه این همه من بهت میدم بازم میخوای؟ حالا جون و پا چیز. آره حالا من نه یه آدم. این قهر و آشتی های یه ریزی یعنی چی؟ نه نه من... این واسه بیت بعدیه. نه همینه با این قهر و آشتی های یه ریزی به هم میزنی مگه مریضی؟ یه ریزی به هم میزنی یه ریزی نه یه بکر میریزی. سه تا روایت هست اینجا. یا میگه تو این قهر و آشتی های یه ریزی یعنی یه نمه به هم یه شیطون یه آدمی که ریزه. آه نه یه ریز. آها آره آره مداوم به شکل آره یعنی کرم چوب میکنی توش. میگه هم اینا که میگه مثلا یه ریز داری از یه هر قهر و آشتی. آخه ببین نکن یه ریز درست. آقا یه ریز داری حرف میزنی یه ریز به هم میزنی بین ما رو. ولی چون قافیه در بیاد با مریضی چیزی که به فکر شاعر رسیده مریضی بود. آره. میگه گفتر یه ریزی و عزیزی مریضی نهایت تو کل واژه یه مریضی میمونه. آقا یه اپی هست اینو جدی میگم ابراهیم چون من رپ میخونم میدونی که آره. جمجمه شده قمقمه. یه اپی هست شما مثلا عزیزی رو میدی تمام کلماتی که با این هم علی بهت میده. ببخشید بیمزه بود میدونم. ببینین که کسی تو نیم فصل پرواز میکنه میره ماه. این اپه همه قافیه ها رو بهت میده ولی باز دوستش داره. بوسه ای وسط پیشونی یه زخمی که تو همیشه میمونی به جون خودت درد بیدرمونی. مخاطبه کلن عشقه یعنی اون شخص رو به عشق تشبیه کرده. آره بهش داره میگه تو یه چیزی وسط پیشونی. این بوسه وسط پیشونی خیلی احساسی. خیلی احساسی. من شنیدم میگن تأثیرش دو برابر بوسه رو جای دیگه است. آخه این یه چیزه مثل این مثل کلید میمونه. مثلا شاید مثلا تو لپو بوس کنی مثلا نری مرحله بعد ولی پیشونی بوس کنی میری مثلا لول بعد میری لول مثلا میگه همه چی از همون پیشونی شروع میشه. نقطه اثبات یکی از چاکراش یک چاکرا میگن یه چاکرا اینجاست بله دوستان نریدن با سر بخور. میگن اگه پیشونی رو بوس کنید ثوابش باز میشه جای دیگر بوس کنید. چاکرا وام میکنه. آره
قشنگ پرطرفداری، حیف تو فقط که مردم آزاری، میای و میری چه بیکاری. بابا تکلیفت مشخص کن لابد. میگه یه غم قشنگ پرطرفداری. آقا بیا اینو به یه آدم تشبیه کنیم که یه ذره ملموس شه. آره خبریه اشغال آدم هست. آره جنسیت هم بهش نمیدیم. نمیدیم. یه آدم یه غم میاره ولی پرطرفداره. یعنی چی غم میاره ولی پرطرفداره؟ اذیته. میگه که این کلن شاعر شاید میگه عشقش یه سلبریتیه. آره من تجربهش داشتم راستش. خیلی غمگینه. نبینه حالا. یعنی میگه هیچ وقت سعی نکنید با آدمایی که فن زیاد دارن مثلا بالای 30-40 کی فالوور دارن و دیگه با آره ریلیشن باهاشون نشید، چون شما ناگهان همون حسی که شما به این آدم دارید و 40,000 نفر دیگه حالا نصفشون هم زن میگیرن باشن چیزی میمونه 20,000 تا از زنام خودش مثلا 20%شون یه ذره چیز هستن، یه 30-40,000 نفر آدمو بهش حس دارن. حیف که تو فقط مردم آزاری. اینو این اصلا من کاری ندارم با اینجاش. اینقدر بعدش عجیبه که اصلا این میای و میری چه بیکاری. ای بیکاری یعنی چی؟ آهای عالی جنابش فرشته ی عذابش حریف تو نمیشه قلب بی صاحبش صاحبش متنش نباشه به خدا. آره آره ببین خیلی ها به من گفتم من فکر میکردم که میگه آهای عالی جنابش فرشته عذابش بش دادن ولی عشق میگه. عشق میگه این حواستون باشه، شمایی هم که دارید تو ماشین میخونید و داوسمش میگیرید باش. آره عالی جناب آقای خانومه آقای دیگه داره میگه ما دو عالی جناب حسین آقای دیگه عالی جناب مثلا بانو میگن اولیا حضرت میگن آهای اولیا حضرت مثلا کدگشایی شد که عشق از دیده ایشون مرده دیگه. نه ای کاش که اینجور کدگشایی نشد. یا شما ما اشتباه میکنیم ولی الان ما برداشتم اینه که به مردا میگن عالی جناب. نه کلا فکر کنم به کسی که جناب باشه یا جنوب باشه کسی که اون عالی جنوب کسی که جناب باشه و مقام بالایی داشته باشه رو میگن عالی جناب. ولی میخواد خانم باشه میخواد دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکوشیش. من مازوخیسمو دیدم در این شعر. عشق انقدر به مرحله بالایی رسیده با این آقا ببخشید با این علی جناب شاید هم داره مخ میزنه ها. من یکی با هم اینجوری صحبت میکرد هر کاری میخواست واسه اش میکرد. من احساس میکنم از وقتی این علی جناب واسه من کدگشایی شد که مرده گذر چنده شد فضای آهنگ یه بوی تستوسترون چی گفت؟ یه بار دیگه میزنم خدا هر جایی فوشه. آره فوشه هر جایی فوشه کاملا فوشه کلی هر جایی که داداش من درو کاش که میبستی تو یه ذره حرف بزن تا درو ببنده. داشتم میگفتم که این یه ذره روغن نمیخواد داره عرر میکنه از بعضی خواننده ها صداش بیاده. مثلا تا حالا نشنیدی مثلا به عشقت بگی عزیزم تو هر جایی منی. هر جایی یعنی کسی که هر جایی میتونه باشه. هر جایی یعنی از من داداش ها؟ شجریان هم میدونه آهنی داره کلی اسمش هر جایی نیست که اینجا رو بوق گذاشتیم احتمالا. اول میکشونی کنج تنهایی بعد خودت واسه میخونی لالا. این به خدا مرده به خدا پسر. ببین داستانو فهمیدم چیه همون عالی جنابه است. یکی بیاد میبرده دیگه گوشه تنهایی یه کنجی یه فوش بهت میدن واسد لالایی یواشکی میخونه گوشه یه کنج کنج. خب این آدم هر جایی نیست کسافت نیست این کی میخواد این رو تدمیر کنه بده عشق با یه آهنگ توی گشت شبونه گاهی حتی با یه عطر زنونه پیدات میشه با هر بهونه. به خدا اگه این ریتمشو نمیخوندم این شعر رو میتونست خاله نرگس تو برنامه کودک بخونه.
این عین است که دخترایی هستن که شبایی یهو دلتنگ میشن ماشین رو بردار بریم دردو ماشینش رو ور میداره عطر رو میزنه میاد سمت پسره دنبال پسره این میشه عشقه عشق یعنی این خدا که خود شاعرم که این برداشت این یعنی عشقه این کورس شعر بود دیگه کروس من تو پیج اینستاگرامشون یه دوری زدم آفیشیال زده دیگه حالا ایوان بند آفیشیال بعد یه دونه پست گذاشتن که کپی خواننده ترک از آلی جناب عشق که بالاخره به موزیکشون طرفدار داشته پخش می‌کنه Yaşam sanki ruh ekizi Kurumazsın sevgimizin denizi نشون میده ملودی خب جذابیت و گیرایی داشته که روش بتونم بخونم به قول خودش این باعث افتخاره که یه آهنگ کپی شده از یه آهنگ ایرانی نکته خوبیه من یه کار دیگه شنیدم از اینا خوبه صداشون باحالا اگر روی انتخاب شاعرشون دقت کنه آره ببین مردم دوست دارن آخه مردم دوست دارن که به عشقشون بگن هر جایی گوش نمیدن تو من این شعر ای بیو گوش میدی چی میگه آره به خدا خیلی موقعا گوش نمیدی مثلا میگه نفس نفس تو سینم میدی چقدر زیباست خب آقا این آهنگ به درد کجا میخوره به درد هر جایی میخوره نه آهنگ به درد وقتایی میخوره که اول رابطه هست اول رابطه هست آره اون اولای رابطه اول که اول رابطه خیلی خوبه آره مریضشی قشنگ دوست داری با عشقت دوست داری با عشقمون چیکار کنی آره اونه خب پیشونی همو بوس کنیم آره بوسه پیشونی فراموش نشه چون باعث میشه بقیه چاکراهای عشقتون باز بشه هیچ وقتم به عشقتون نگید هر جایی کلی حالا گفتید بگید به هر کی تو خیابون هم یکی رو دیدید نگید هر جایی خیلی زشته به خدا بسپاریمشون یا نه بسپوریم خدافظ خدا نگهدار آها با نظراتون ما رو در ساختن برنامه بهتر و رنگا کردن کرسی شعرهای بهتر یاری بفرمایید خدا نگهدار